به تازگی سایت جرس اعلام کرده است که در صورت ادامه مشکلات مالی فعالیت آن به زودی متوقف خواهد شد و شبکه تلویزیونی رسا نیز ادامه فعالیت خود را منوط به افزایش حمایت مالی مردم دانسته است. مشکلات رسانه‌های جنبش سبز که برای فعالیت خود منحصراً به منابع ایرانی اتکا دارند، یک بار دیگر بحث تأمین حرکت‌های مستقل رسانه‌ای را در معرض توجه ناظران قرار داده است. در همین ارتباط با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، مصاحبه‌ای انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای علیجانی، شما فکر می‌کنین مهم‌ترین مشکلی که در ارتباط با تأمین مالی رسانه‌های مستقل و منتقد در خارج از کشور وجود داره چی هست؟ البته باید در این باره یه مقدار کار تحقیقی و میدانی دقیق‌تری صورت بگیره، ولی من در حدی که در جریان هستم اطلاع دارم. یه بخشیش خوب به خاطر برخورد شدیداً امنیتی است که جناح امنیتی نظامی حاکم میکنه با افراد و کانال‌هایی که آمادگی دارن کمک بکنن، خب خیلی به اصطلاح فضا رو میبنده برای این دوستان. بخش دیگرش تمایل به استقلال و ملی بودن این رسانه هست که خب با وسواس خاصی میخوان از کمک‌های مالی که به هر حال ممکنه منظوری پشتش باشه پرهیز بکنن. البته حالا در رابطه با استقلال، در رابطه با نوع نگاه ملی، اینها قابل بحث هست، ولی این وسواس وسواس خوبیه، هرچند نباید به صورت افراطی باشه. طرفداران آزادی و عدالت بخش جاهایی که کاملا روشن هست، شفاف هست، میتونن به هم کمک بکنن، ولی با حساسیت درستی است که نیروهای مستقل هست. و یه بخشی هم خوب اگه بخوام مقایسه بکنیم با قبل از انقلاب، به هر حال قبل از انقلاب جنبه‌های مذهبی مسئله شاید پررنگ‌تر بود. با ضربه دیدن یا لطمه دیدن مذهب به علت کارکرد نیروهای مدعی مذهبی و کاهش نفوذ روحانیون، شاید این جنبه هم کاهش پیدا کرده. یه بخشش هم شاید بشه در یک تحلیل جامعه شناختی به روحیه و جمع‌گرایی دوران گذشته اشاره کرد، به نوعی تفرد و فردگرایی که حالا هم در اندیشه هم در رفتار و اخلاق الان حاکم هست. به نظر شما برای حمایت مؤثر چه مادی چه معنوی از رسانه‌های جنبش سبز، ایجاد شبکه مردمی تا چه حد امکان پذیره و برای تحقق این هدف شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد می‌کنید؟ این البته خوب کار سختیه. من فکر میکنم باید در دو سوی مسئله، یعنی از یه طرف این رسانه ها باید یه مدار مختصر بودن و خیلی کم هزینه بودن رو ختمش خودشون قرار بدن. برحال ما توی کشور نفتی بزرگ شدیم، در کشور به قول مرحوم صحابی مثل پسراجی ها خرج میشه، مثلا دوستانی که دوره هایی در حاکمیت و دولت بودن و با فرهنگ درون سیستم که فرهنگ بریز به پاش هست تا حدی شاید برخورد داشتن، یه مدار بایستی در مجموع همه نیروها، همه گرایش ها این مختصد بودن رو مد نظر قرار بدن. این یک طرف قضیه است، ولی مهمتر از اون یه مدار اساسا اهمیت دادن و بها دادن به این کارهای عملی. یعنی به هر حال ما یه فضای روشنفکری شاید در یک دهونی اخیر داشتیم که به بحث‌های نظری خیلی بها داده شده، به بحث‌های معرفتی و فلسفی و به مابعضای عینی اونها، مابعضای اخلاقی اونها شاید کمتر توجه شده. اینکه یه فرد برای اینکه توی حرکتی باشه، کنشگر باشه، مبارز باشه در راه آزادی، استقلال، منافع ملی، عدالت، اینها فعالیت بکنیم، فقط این نیست که بتونه خوب حرف بزنه یا مقاله بنویسه یا یادداشت بنویسه. به قول قدیمی ها قلمن، قدمن، مالن، باشه همه جوره. یعنی در واقع اون چیزی که در فرهنگ مذهبی ما ایمان و عمل صالح گفته میشه و در کنار صلات مرتب زکات هم میاد، یعنی این فرهنگ باید تقویت بشه. و اینکه ما به ازای معرفت، ما به ازای عقل نظری، عقل عملی و کنش عملی هست و ما به ازای بحثای معرفت شناسی و بحثای روشنفکری، مایه گذاشتن از جان هست، مایه گذاشتن از مال هست، اینها باید یه مقدار حساسیت ایجاد بشه. توجه اخلاقی و تعهد اخلاقی به اون چی که یک فرد میاندیشد به تقویت بشه. اینها جنبه‌های فکری و معرفتیش هست، ولی اگه اینها تقویت بشه به هر حال در حوزه‌های مختلف، یعنی ما هم تو دانشگاه ها، هم تو مردم عادی، هم تو شبکه‌های محدود اجتماعی که داریم، در محفل‌های دوستانه‌ای که داریم، این میتونه مورد تاکید قرار بگیره و مورد توجه باشه.
من فکر نمی کنم بیشتر از این الان امکانش باشه، بایستی به صورت متفرق و پراکنده این کار صورت بگیره و بتونه اینها سرریز بشه. خیلی حیف هست واقعا که رسانه های مستقل به خاطر مشکلات مالیشون نتونن صدای مردم باشن، صدای آزادی باشن، صدای زندانیان باشن و صدای شهدا باشن. متشکرم از شما آقای علیجانی.